محبوب سرار در سال 2003 از ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد و کارهایش را در زمینه‌های کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرد. او برای پیکار با خشونت‌ها در برابر زنان نیز کار کرده است. کارای ما مسائل دیسی تعلیم و تربیه بوده، دیسی تحصیلات عالی بوده، دیسی چی بوده؟ رساندن مردم ما تا مثلا برای وزارت خارجه افغانستان ما یک مدت کار کردم. او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا اکنون به بیرون از کشور نرفته است. مگر میخواستم بخیزم برم، من لازم نبود که در اول آگست ما پس بیایم. من امریکا بودم، من میتونستم قرارم اونجا بشینم. ما دیگر نمیخوایم که مهاجر باشم و نمیخوایم از ملک خود دور باشم. این ملک ماست. خانم سراج میگوید زمانی که نامش در کنار نام ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای کابینه سرپرست در فهرست 100 چهره اثرگذار در جهان دیده برایش جالب و پرسش برانگیز بود. او میخواهد که با ملا عبدالغنی برادر دیدار کند تا دریابد که در میانشان چی چیزهایی مشترک است. جناب ملا برادر بخواین که ما بتانیم آواز مادم بشینیم و امروی یک گروه بتانیم گپ بزنیم که ما ببینیم که دنیا دام بین ما چیره. یک نقطه مشترک خود دیده بود. ام بایسی از مو آدم که برزو رای دادن، ام بایسی ما که برمه رای دادن. اگر زنها را اجازه بدهد که فعالیت کند، میتواند خیلی موفق شوند، نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان. و این موفقیتی نه تنها برای خانم سراج بلکه برای تمام خانم های افغان و برای تمام افغان ها است. زمانی که یک دختر خانومی از کشوری رنج دیده مثل افغانستان در میان صد چهره برتر جهان قرار میگیرد، این دقیقا همان نتیجه یک حکومتی نسبتا همه‌پذیر است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز به عنوان تاثیرگذارترین چهره های سیاسی سال 2021 انتخاب شدند.